اللهم صل الله على محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم از سلام ادب احترام و تسلیت این ایام خب ما عرض کردیم خدمت شما که تربیت دینی ما ما را به سمت مراعات کردن و حبس اسرار و رازداری میبره یعنی اگر اون چه که اهل بیت برای ما و قرآن مشخص کردن یعنی سقلین مشخص کردن درست انجام میدادیم به ذات اون تشکیلات قوی شیعی شکل میگرفت و چون عرض کردم ما تربیت دینیمون معمولا کامل نیست یه بخشی از دینو میگیریم و این باعث میشه بخش دیگری که نداریم جور دیگهی جبران میکنیم پرش میکنیم که اونها الزامن دینی نیست تربیت عرفی است و تربیت و عرفی یعنی چی؟ تربیت عرفی یعنی این که مثلا توی مباس دینی ما نداریم چون این طرف مهریه رو میگن آقاین خب اون طرف هم بدونید جهیزیه نداریم امیر المومنین سپرش و فروخ رفت وسایل خونه رو خرید وقتی این طرف یه چی عرف دیگه میگه آقا این وسایل خونه رو آماده میکنه تا یه حدودی تو هم مثلا خونه رو آماده کن نمیگم الزامن هر چیز عرفی هم قلطه ها نمیگم این هم چی عرفی رو اما خب دینی نیست دیگه اینطور نیست و نکته دیگه این که گفتیم بسیار سفارش شده بر این رازداری و بدونید چه تعداد آدمهایی تا الان کشته شدن که مذهب تشیع بمانند رازداری میکردن ارز کردم همسر طرف خبر نداشت شوهرش چی هست اینطور رازداری میکردن اینطور تقیه میکردن بعد یا یه نفر بیاد الان به این مذهب ضربه بزنه فیلم کنه همون آدم که اونجوری بیچارش کردن پوست سرشو کندن عجیب قریب بوده شکن جایی که میکردن اجداد همین دایشی ها بودن دیگه بعد اون او دنیا بیخیال شما میشه او به کنار خدایی که میره یه بندش اینجوری برای این مذهب زحمت کشید یکی دیگه با بی مبالاتی خودش ضربه میزنه بیخیالت میشه ولت نمیکنن ترسناکه خود شما باشی میبخشی بچه ها یتیم بشن به سختی بزرگ بشن چه 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 بعد ببینید مثلا نفر دیگه میدید تو همین اسرای خودمون در همین جنگ تحمیلی چه شکنجه ها شدن برای اینکه اخبار و آدرس و اطلاعات و نظامی ازشون گرفته بشه که این کشور ضربه نخور بعد حالا یه نفر با یه اختلاسی با یه کسافتکاری با یه رفتار غلط ضربه میزنه این اینی که شما مثلا چه میدونم کلی دقت کردی از یه چه میدونم شیء نفیس حفاظت بکنی بعد بینید زد اندختش. این خیلی خطرناکتره سختره برای همین همه باید مواظب هم باشن همه باید هم دیگر هم رو معروف بکنن نهی از منکر بکنن بعد هزینه انجام منکر در جامعه بره بالا برادران من خواهران من امام تو وصیت نامش یه بند میمی داره ظاهرا حالا اینکه ظاهرا نشه نمیدونم میم بود چی بود تو اونجا میگه یه روزی لیبرالیزم حاکم شد بر کشور و تونستن قانونا دیگه کاری نتونی بکنی اون موقع باید بیاید بسات اینا رو بزنید به هم نزارید سیستمشون حاکم بشه نزارید این همه حرفا این شبه های ما سالاز پنج سال من دارم حرف میزنم تو این موضوع میگه نزارید سیستمشون حاکم بشه برای چه عبد الله قیام میکنه چون یزیم دیگه داشت سیستم میکرد اینو دیگه ریل گذاری صورت میگرفت دیگه انقدر قشنگ ماوی زد همه رو کش به سرش هم گفت خودش برخلاف تمام اون تعهدنامه اینجا با موسی میگه اصلا باید باید ایستاد و اجازه نداد هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته من نمیذارم این کارو بکنید و دقت هم بفرمایید دیگه بعدو کسی جرئت نکرد امام معصوم علنی بکشه یعنی امام حسین جان همه بعد خودش حفظ کرد هیچ کسی که جرعت نکرد از لاک کفر رسما کفر میگفت یزید براتون خوندم شبای گذشته چه آدمی بود جلوی فرزند شهید اون کارار کرده بود ببین نبودن چی کارا میکرد رسما کفر میگفت میگفت بابا بنی هاشم با حکومت بازی کردن کشک چی ماست چی وحی چی بابا این تو دهنی که تو آشورا خورد رفت تو لاک دفاعی بقیهشون دوباره میگن نما مسلمانیم فلانیم بهمانیم جامعه رو از کفر کفر سیستماتیک برگردون به همون نفاقی که بود حالا باید زحمت بگیشیم آدم رو از این نفاق خارج کنیم. انقلاب ما همینه جامعه ما همینه فکر نکنید ما تفته جدا بافته ایم اگر امر معروف نهی از من کرده، نسبت به مسئولین تو جامعه بمیره بلایی که سر جامعه ما حسین و جامعه پیغمبر آمد سر ما میاد ده برابر الناس علی دین ملوک مردم به روش مسئولی نشونه یه موقع از شما یه آدم عادی رو تو کوچه خیابون امر و معروف نهی میکنی یه موقع از حالا من این که شناخته شده تر هستم داره این کنی یه موقع از آدم مسئول عالی رتبه ای که همه میدونن میشناسنش اکثریت کشور میشناسنش او رو امر به معروف نهی کرد میکنیم این وظیفه مونه کسی میتونه وظیفه ما رو از ما بگیره که یعنی ما یزیدیم هی ها اصلا امکان نداره فکرش هم نکنه کسی یا تعطیل میکنیم پیرامشکار در میاریم محرم قرمز تنمون میکنیم یا اینکه یا این کی ای که دیگه اصلا وجود ما تو همین مسیر باید بمونیم مسیر ابو عبدالله مسیر امر معروف نهی از منکره و وقتی صد هم رو معروف نهی از منکر رو بیاری فقط تو یه هیته خاص بگی که فقط مثلا در مورد پوشش آدم ها. اون هم سر جای خودش اما اصل امر معروف نهی از منکر مسئولینه اینا رو دین مردم از سر میگذاره رو نگاه مردم از سر میگذاره باید ملاحظه داشت ابو عبدالله اگه میخواست مثل بعضی از ماها فکر بکنه قیام نمیکرد صد تا دلیل داشت برای اینکه شرعی ای شرعی کردن دیگه حالا فعلا قیام نکنیم بریم یه کمی نیرو جمع بکنیم ان ده سال دیگه نه باید کار رو یک سره میکردن حضرت اجازه نداد بارها گفتم مهر مهر تاییدی ابا عبدالله بر خانش یزیدی از اسلام بخوره یه ورژن یز... اسلامی یزید از دار فرمود تیکه پارم کنید مهر تایید پای این کارنامه تو نمیزنم اما خب این روش داره مسیر داره اول باید تذکر داد پنهانی تذکر داد بهشون گفت فلان همین در این ماجرای مجلس و بعد از اون خدا گواه خودشون هم میدونن که بالای چهار سال من به اینا تذکر میدادم گفتم نکنید این کارو چندین مرتبه پیغام پسقام فلان بعدش هم چی گفتیم دو تا سال پرسید گفتیم آقا بیا یکی دیگه تازه سال پرسه بیا جواب بده نمیشه که ذهن مردم مشوش باقی بمونه که نمیشه هیچی نگی جامعه اسلامی موظفه که مردم رو از گمراهی بیرون بیاره بعد آلا فکر کنید مثلا ما حرف نزنیم کسی دیگه حرف نمیزنه؟ ایران اینترنشنال حرف نمیزنه؟ بی بی سی حرف نمیزنه؟ وی او ای حرف نمیزنه؟ صدها کانال پیج کوفت و زهرمار حرف نمیزنن؟ فرقشو میدونی چیه؟ دیگه اگه یه خطای بیست بوده اونا میگن نوت میگن صد فرقش تو همینه یکی از ضرر هاشینه اما میشه حالا رومی ها فعلا جامعه اسلامی رو یه خورده نقد کن رومی ها ما نه نمیشه که مسلمون به مسلمون نقد دشمن سو استفاده میکنه امیر متهم به این مسئله است مولا رو متهم کردن تو سه تا جنگ داخلی داری همش با عربا یاد بگیر از اون سه تای قبلی با روم و مصر و ایران جنگیدن ای رفتن فتوحات کردن طلا آوردن کنیز آوردن اسیر آوردن تو هم توی پنج سال حکومتت صد هزار تا کشته چقدر کشته نه اینا میگفتن چی گفتن نه علی و اولادش اینا حکومت بلد نیستن سیاست مداری بلد نیستن سیاست مداری که این نیستش که به اهل بیت میخواستن سیاست مداری یاد بدن برادر من خواهر من بیت المال ناموس مردم ناموس اون جامعه است دیدین امیرالمؤمنین رو بیت المال چقدر حساس بود یه قرون این ورانور نمیشد یه درهم این ور نمیشد اما بنی امیه چطور بودن؟ نه. از بیت المال خرج میکردن برای افزایش محبوبیت خودشون برای ساکت کردن دشمنان خودشون راهشون این بود بیعت چجوری میخرید؟ از بیت المال پول میداد معاویه چطور ساکت کرد یه دیر کش بقیه هم از بیت المال شروع کرد بر پسر شروع کرد بیعت گرفتن دیگه شروع کرد از بیت المال پول دادن عددار آدم نگاه میکنه اومده تو تاریخ اومده فلانی از کوفه اومد گفتش که آقا ما سی نفریم سیتای رؤسای عشایر رو گا اینو بگی برو بین سیتاتون پخش کن بعدش یزیدا اوکی حله آقا قرارداد با امام حسن مشتبه اینا چی که ما قرار نب... ما قرار نبود جانشین تعیین میکنه اونا رو ماله میکشیم میره نگران نباش رسانه داریم کانال تلگرامی داریم پیج داریم پول میدیم چهار تا بلاگر ملاگر برامون بزنن نگران نباش یا اف نزنین ما اهل کوفه نیستیم نمیدونم فلانا حاکم امیر المومنین منظر ابن جارود خبر رسید به امیر که میره شکار میره سگ بازی با سگ میرفت شکار حاکم استخر شده بود فارس این سگای تازی بود میوردن میناختن مثلا اینا بچه هاو ها میگرفتن اونم چی میگرفتن خبر رسید ببین چطور از باش داشت برخورد کرده حضرت فرمود ارزشت به اندازه شطوری که تو طویلت بستی و بند کفشت هم نیست بعد این خانواده خانواده اصیل جنگیده بودن سالها تو مسیر حق مای ما تو اومدی ما اینجا سگ بازی کنی اومدی درد مردم حل بکنی حفظ جامعه اسلامی یک سری کنشگری های ایجابی دارد یک سری کنشگری های سلبی چه کار باید بکنی چه کار نباید بکنی اندازم داره بله ما خودمون مخالف بعضی از انواع و اقسام افشاگری ها این چیزام هستیم نباید منجر به سیاه نمایی بشه تو همین ایام چه افشاگری بنده انجام دادم چیزای دیگه کسا دیگه افشا کردن گفتن برید جواب بدید تو جامعه شبه به وجود اومده زود باشید به جنبید آبروی همه داره میره انگار نه انگار انگار نه انگار تو داره حرف میزنی بر اونجا فرض کردیم که این فاش کردن اسرار عقوبت سنگینی داره حضرت صادق علیه السلام میفرماد هر که روز خود را با افشای راز ما بکشاید خداوند حرارت و آهن و تنگنای زندان را بر او مسلط گرداند یا حضرت با اشاره به سوره نساء 83 فهم نمیدید نمی خدا چی میفرماد این برادران من، خواهران من تقیه بخش خیلی جدی از اعتقادات شیعه است. و ریشم تو همین اصل اساسی رازداری داره امام صادق علیه السلام تو توصیف افراد رازدار گمنام میفرما تو با لعبد نومه و عرف الناس و به بدنهی و لم یصاحب فی اعمال هم به قلبهی فعرفهم هم الظاهر و لم یعرفوه فی الباطن با حال بندگی مردم گیافه میشه ای فلانیه اما نمیدونن این تو چه خبره بدنش رو میشناسن اونم حالا بله ما شرایط زمانی که این حدیث نازل شده رو میفهمیم اون موقع کشت و کشتار بود میفهمیدن شما شیعه اید خب این همه که حضرت میفرما سر ما سر ما اینا چی بود؟ یکی به مقامات معصومین بود علیسه. که اگر دشمنان آگاه میشدن شدن شیعه متهم به قلوب میشد خب دستاویزی بود برای تکفیرش یه قتل میکردن بخشی از این درون شیعه بود رازها و اسرار رو سلمان از امیر المومنین میدونست که اگر ابوذر میفهمید ابوذر سلمان رو میکشت لا یختلو یا آن دانسته ابوذر رو میکشت سطح باید طرف داشته باشه و با اندازه سطح و فهم طرف علاقت رو اقوله هم شما باید یه سری چیزا رو بهش بگید آرام آرام رشد پیدا میکنه مورد اطمینان قرار میگیره مورد اطمینان قرار میگیره افکارش استیبل میشه حکمت پیدا میکنه ثبات پیدا میکنه بیشتر میشه میگی نه به بچت که میگی لکلک لک, لک مورد دوم ممکنه اشاره به اسرار اهل بیت در مورد نشر مکتب اهل بیت باشه تو دشمنان هر چیزی حساس بشن ای اینا دارن این تفکرشون رو پخش میکنن مکتب رقیب بیاد بیسته خونسا کنه این مسلحت مکتب تشیع نیست مثلا شما میدونید مثلا حاج قاسم شدیدن مخالف اشاره تشیع و غزه بود یعنی هر کی چون و هیچ کمکی نمی‌کنیم طرف خودش نشسته بود اینترنتی تحقیق کرده بود به شیه رسیده بود گو به ما ربطی نداره چرا فردا میگن آی آی مسلمونا این قضیه یار می چه نابودش اینا رفتن شیعه شدن حالا شیعه میگن رافضی شدن نه آقا سنیه شما غیرت ندارید برید کمکشون کنید مورد سوم به مبارزات و فعالیت های سیاسی امام ها اشاره داشت که برخی از روایت برمیاد که ائمه در صدد قیام بودن ولی چون گروهی از شیعیان شیعیان ناآگاه اسرار رو افشا کردن قیام عقیم موند عرصی امام باقر به امام صادق میفرماد که اگر اینا رازداری میکردن تو میتونستی قائم ما باشی خب خود شما اون کسایی که این پروتکل رو رعایت نکردن و باعث شدن 1300 سال بعدش جامعه اینجوری باشه بدن دستتون چیکارش می‌کنی یا رو آوریک مراقبش تا اونا نباشی بعد یا نیان بگن مورد چهارم این که سر خود حضرت بود اون راز خود معصوم بود چرا چون حضرت نمیتونستن جانشین خودشون رو معرفی عمومی کنن میکشتن حدس میزدن میکشتن مثلا تو تاریخ اومده که منصور دوانیقی از طریق محمد ابن سلیمان فرماندار مدینه وقتی امام صادق از دنیا رفت مطلع شد یه نامه نوشت گو اگر جعفر ابن محمد شخصی رو جانشین خود قرار داده او را احضار و گردنش رو بزن <applause> سری وقت تلف نکن نظر یه روز بگذره احزار ببین کی جانشینشه ببین وسیش کیه سری احزار میکنی گردنه میزنی فرماندار مدینم رفت بغداد وسیعتنامه حضرت پیدا کرد آورد نگاه کرد دید که پنج نفر وسیع حضرت هم <applause> امام 5 پنج نفر وسیع خودش قرار داده بود کیا؟ یک منصور دوانیقی خلیفه وقت <applause> خود خلیفه رو دو محمد ابن سلیمان خود فرماندار مدینه و خود گزارش دهنده سه عبدالله ابن جعفر ابن محمد کیه برادر بزرگتر امام کازم چهار موسی ابن جعفر ابن محمد خود امام کازم پنج حمیده سلام الله علیه ها همسر امام صادق این گفت اگه پسر کدوم پسر مون گیر کرد گل نیم ورون ور کردن فکر کردن نمیدونستن چی باید بکن فرماندار نامه نوش گفت من کی باید بکشم داداشین پنج نفر رو اعلام کرده ایشون اصلا منصور فکرشون نمیکرد هرگز فکر نمیکرد به همچین رکبی بخوره میان وقتی نامه رسید دستش فریاد زد گفت اینها را که نمیشود کشت کار نمیتونیم بکنیم اقدام سیاسی بود حضرت معرفی کرده بود موسف نجفر رو اما میدونست میکشن رد گم کرده یه بعض موقع راز خود معصومه همینه این شبکه وکالتی که شکل میگیره اساسا نخ تسبیحش رازداریه اصلا عجیب بود مثلا حالا برسیم جلوتر براتون میگم طرف اهل مباحثه بود نمیذاشتنش تو چیز تو شبکه میگفتن این نمیتونه جلو دهنشو بگیره خلقش خلق رسانهی پخش میکنه مطلب به خواب شبشون هم نمیدونم چونان حضرات نفوزی داشتن دستگاه دشمن میگم که مثلا دو سه مرتبه متوکل تصمیم گرفت آقا امام هادی رو به شهادت برسونه کسی که میخواست اجرا کنه یعنی اون تروریسته اون خودش جذب شبکه شده بود دیوونه شد داد متوکل داد میزد میگو مسخرم کردید آقا نبود ما رفتیم نشد فلان دیگه خیلی اصرار کرد چی شد؟ خود متوکل کشته شد پارسال عرض کردم پیرارسال گفتم قوی ترین تایم از نظر قدرت شیعه بدون زمان امام هادی بوده این هم جز مظلومیت امام هادیه دیگه ما امامار هم رانتی میشناسیم دیگه بعد پدر یا امام معروف باشی یا پسر ای امام معروف باشی امام جواد چون پسر امام رضاست امام حسن اسکی بابا بابای امام زمانی بس امام حادی میمونه نگو بینه امام ها فرق میذارن بی مونه دیگه سیر تا پیاز ما موضوع فیلمسازی و سریالسازی و ویودی های داخلی مونه سریال داره زایده میشه در مونده اهل بدی هیچی ساخته نمیشه بدونید یکی از پیگیری های ما توی مجلس همین مسئله بود و هست آره تو چقدر با این جماعت بتونه موفق بشیم این بحث دیگه است امیدون به خداست جابر ابن یزید جعفی از یاران صاحب سر امام باقره اسمش میشناسی چی هست اولین بار در اسمش میشه جابر ابن یزید جوفی کی بوده هیچی صاحب سر امام باقر میگه امام باقر امام صادق دیگه امامای ائمه بودن که با 70 80 درصد الان روایت ما قال صادق قال الباقر دیگه یعنی ظهور و بروز داشتن تو اون عصر نتونی پیدا کنی سر شبکی کیه هنرشون بوده اهل کوفه بود برای استفاده از محضر امام به مدینه هجرت کرد آرام آرام دیدن نه این ارزه داره جربوزه داره دهنش چفت و بست داره رشد کرد خودش میگه در سن جوانی بودم که محضر امام باقر علیه السلام شرفیاب شدم امام فرمود شما کی هستید عرض کردم یکی از اهالی کوفه فرمود کدام طایفه عرض کردم جعفی فرمود برای چه به مدینه آمدی؟ گفتم برای تحصیل علم و دانش فرمود از چه کسی میخوای علم و دانش یاد بگیری؟ که کردم محضر شما ببینید بلا اولین جلسه از طرف اومده نشسته ها حضرت فرمود از این بعد اگر کسی از تو پرسید اهل کجا هستی بگو اهل مدینه هستم این حرف خلاف نیست زیرا کسی که ساکن شهری است مادامی که از آنجا بیرون نرفته اهل شهر است همین الان شروع کن کوفر رو بذار کنار اینا اهل کوفه یا اهل همین مدینه جابر میگه امام باقر مرا محرم راز دانست و کتابی به من داد و فرمود پیش از سقوط حکومت بنی امیه نباید آن را برای احدی نقل کنی بعد از سقوط این دولت آن را برای دیگران نقل کن چون عجیب چونان نزدیک میشدن اهل بیت اسرار بهشون میگفتن مثلا شیعیان درجه یک و صاحب سر دقیقا میدونستن بنی امیه کی میخواد بین بره تاریخش هم میدونستن میگفت ظاهرا در تفسیر آیه الف لام میم بود یا یکی از اینها از این حروف مقطعه میگه روز خدمت امام بودیم یا این بنی امیه فلان و بحث نه اینا میرن سال فلان نابود میشن شما از, از کجا میگید غیب میگید فرمود قرآن نمیخونید شما مثلا قرآن کجاش میشه بنی امیه این سال میرن فرمود مثلا همین الف لام میم مثلا تو ابجدش حساب کرد برای ما اونجا گفت تو این سال نابود گفت حضرت به شهادت رسید ما زنده بودیم همون سال بنی امیه رفت اینا بهتون بگم ما بر همین حضرات ما صبوریم شیعیان ما صبرن فعل خیلی صبورن آقا یعنی چی مگه میشه شو از شما صبور تر از؟ اصلا ما میدونیم آخر کار چیه اینا ندانسته خیلی سخته تو این انتظار دیگه شما نمیدونیم مثلا چه میدونم ده سال آینده کشور چی میشه یه کسی مسئولیت میرسه نگرانید میگید موفق میشه نمیشه باز جای دیگه میگه حضرت کتاب دیگری به من داد و فرمود مطالب این کتاب فقط برای استفاده خود است و چیزی از آن رو برای دیگران هیچ کار بازگونه بازگو من نگفته یه چی بوده فقط به درد او خورده نمیدونیم چیه دو مال خودت حکومت تو تعقیبش بود یه حدسایی زده بودن این باید موتورشو بیاریم پایین دستور از بالا رسید فهم کن چیکار کرد بسه براتون روایت رو بخونم من نگم چیکار کنم <تصحنت> خوشا عبدالملک به والی کوفه فرمانی میفرسته جابر ابن یزید جوفی را گردن بزن و سرش را پیش من بفرست یه خط کوتا فرمونام همینا یه خط بیا گردن بزن بفرست تمام والی کوفه نامه رو خون گفت این جابر کیه از اونجا پیگیر اینه اونو گفتن یه مرد فاضلی بود دانشمند محدث اهل بحث و نظر اخیرا دیوانه شده در صحن مسجد کوفه با بچه ها سوار چوب اسب بازی میکنن یه چوبی برمی داشت میگه این بچه ها سوار چیز میشه چوبی چوب جاروی چیزی برمی دست تی مثلا ها سوار با, با, بچه ها تو مسجد پیتیکو پیتیکو میکن یه فقیه یه مجتهد <تصفح> فرما رسته خودتو به دیوانگی میزنی میگه مورد تعقیب قرار داد بررسی کردن دیدن نه بابا دیوونه است خله نامه نوشت بی خیال شد بی خیال کرد و گفت سپاس خدای را که مرا از قتل این مرد رهایی بخشید بلکه هم نکشتی میشه یعنی برای اینکه در امان بمان اون شبکه هر کاری میکردن فکر کن مثلا یه آیت اللهی توی مسجد سوار چوب بشه عجیب واقع این آدم محدث دانشمند فاضل یه شب دیوونه شد بنده خود من چیه، دست زنش بوده چی بوده چیزی خورد تو سرش معمولا مورد اول بیشتر یه ما رفته بیمارستان بعد این پزشکی میگفتش که خیلی از اینا که اینجا میان اینجا سکته میکته شبش دعواشون شده با هرس مرد خوابیده سکتر زده حالا خانم ها هرس بکشن سری گریه میکنن خالی میشن سکتر زده است میگفت میان اینجا بچه ها با مادر دعوا تا کشتیش فلانه و بعد دیگه اینا قاتل دوست داشتنی هستن <تصفح> ما ارادت داریم الان وقتی فردا صبح ما میدار نشدیم <تصفح> مورد بعدی مثلا جناب زراره است زراره ابن عیون این که اصلا کیسش واقعا عجیب و جالبه عملیات رسانه فریب از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام او هم اهل سر و راز بود و میگن جزء شش فقیه قرنه ببینیم سطح سواد طرف ببینیم ببینیم این کیه جمیل ابن در راج که خودش آدم حسابیه میگه از امام صادق شنیدم که میفرمود کوههای زمین و نشانه های دین چهار نفرند محمد ابن مسلم برید ابن معاویه لیس،, لیس, مرادی و زرارت ابن عیون اینا کوههای زمینن اینا نشانه های دینن فضل ابن عبدالملک میگه از امام صادق شنیدم میفرمون محبوب ترین خلق خداوند نزد من چهار نفرن چه زنده باشن چه مرده برید ابن معاویه زراره محمد ابن مسلم و احوال ابراهیم ابن عبدالحمید میگه نام روایت مختلف امام صادق فرمود خداوند زراره ابن عیون رو رحمت کند اگر زراره و امسالو نبودند نبودن چه بسا عودیس پدرم از بین میرفت ابی عبیده میگه از امام صادق شنیدم که میفرمود زراره ابو بسیر محمد ابن مسلم و برید مستاق این سخن خدایان که میفرمود و سابقون از سابقون کل المقربون فکر کنید مثلا امام زمان در مورد اینجا حرف بزنه از شوق سکته میکنی این روایت جالبه نمونه هاشم مثلا میره مفضل ابن عمر میگه روزی که فیض ابن مختار نزد امام صادق آمده بود آیه از قرآن خان آن حضرت آیه را برای او تعویل کرد فیض حضرت گفت خدا مرا فدایت گرداند این اختلاف بین شما و شیعیانتان چیست آخر امام فرمود کدام اختلاف فیض به حضرت گفت فیض گفت در جلسات بحث آنان در کوفه شرکت در جلسات بحث آنان در کوفه شرکت میکنم و از اختلاف آنها در روایتشان به شک میوفتم تا اینکه من فضل ابن عمر مراجعه کردم عمر از این شک باز میدارد و نفسم از این گرفتاری نجات می آمد و قلبم مطمئن میگردد پس میگه بعد حزا برمیگره به میگه که ای فیز درست میگی همون طور راست که گفتی به درستی که مردم در دروغ بستن بر ما ولع دارن مثلا گفت مرض دارن دروغ ببندن گویا خداوند بر آنها دروغ بستن بر ما رو واجب کرده و جز این چیزی از ایشان نخواسته است مطلبی رو با یکی از آنها در میان میگذارم هنوز از نزد من خارج نشد آن رو بر غیر تعویل می نماید و این کار به خاطر آن است که هدفشان از حدیث و محبت ما الهی نیست و امیال دنیایی دارن میگم یعنی چه به خودشون برمی‌دارن تغییر میدن مثلا و هر کدومشون دوست داشت که برای خود سری باشد هیچ بنده ای نیست که نفس خود را بلند گرداند مگر اینکه خداوند او را پست نماید و هیچ بنده ای بعضی از روایت از معصوم میشنوید مثلا یک کل... یک جمله هیچ بنده ای نیست که خ... مثلا ن... که نفس خود را بلند گرداند مگر اینکه خداوند او را پست نمسن مثلا اینا جدا خودش روایت دیگه خیلی از اینها تکه های از یه روایت بزرگتره خیلی خوبه وقتی اصلش رو میخونی میفهمی حضرت تو چه شرایط اینو فرموده اون فضایی که اون بیان شده رو میفهمی و هیچ بنده ای فروتنی و تنوازع نه نماید من این که خداوند رو بلند مرتبه گرداند و شرافت داد پس هرگاه در جستجوی حدیث ما برامدی بر تو باد که به این شخص که اینجا نشسته به او مراجعه کن و با دست بهش یکی از اصحابش اشاره کرد از حاضران سال که مرد چیز گفتن او زرارت ابن است و گیر کردی دیدی دی اختلاف دروغ بستن به ما به نظر میفرم میفرم پا منبری های من هم هستن که میمیرن خالی میبندن <applause> میرن این وروری چیز دیگه میگن گیر کردی یه جا دیدی یه حرفی داره میزنی که حرفه ایشون تصدیح کننده ایشون یه به او شروع کرد روات دیگریه داود ابن سرحان میگه شندم که ابا عبدالله ابا عبدالله یعنی کی؟ در روایت امام صادق علیه السلام برخی از افراد در جریان بعضی مطالب قرار میدم و او را از جدل و ریا در دین خدا و از قیاس نه میکنم ولی به مجرد اینکه از نزد من خارج میشن به تعویل و توجیه ناور... ناروا میپرسن به بعضی دستور میدم که سخن گویان و برخی را از گفتگو و مباحثه نه میکنم ببینید به بعضی میگم تو حرف بزن تو حرف نزن بود دیگه یکی از یاران حضرت دورم جمع بودن امام صادق گفت که میگم جای نگیدا گفتن چشم این رفتی تو مسجد یکی داره بالا منبر بغل نشسته بر ملت داره تعریف میکنه گوی امام صادق گفت نگو هر چی این کارو میکنی ساکت بعد به تو گفت نگو من باید بگم تو یه ماموریت داری من؟ بله این درسته بعضی موقع هست حرف من کت شلواری باید بزنم یه روحانی اگه بزنه ممکن اثر عکس بزنه و برعکس حرف باید یه روحانی بزنه من کت هرگز نباد بزنم عرض کردم اون زمانی که مثلا بحثی پیش اومد در مورد آیه آقا میری، از قوم یکی از علما من تماس گرفت گفت یه مناظری شما با ایشون گفتم من صلاح نمیدونم آقا چرا من کت ام اون روحانی نمیخوام این دو قطبی شکل بگیره پذیرفتنشون و بعد ایشون رفت با رفیع مناظره کرد اما هر کسی امر و نهی مرا برای خود تعویل مینامد و با این کار خدا و رسولش رو اصیان میکنند اگر میشنیدن و اطاعت میکردن آنچه را پدرم به اصحابش سپرد من نیز با آنان میسپردم به درستی که اصحاب پدرم در حال حیات و مرگ مایه افتخارند یعنی زراره و محمد ابن مسلم بیم از زراره براتون جا افتاد کاراکتر دیگه محمد ابن ابی امیر از جمیل ابن دراج در نقل میکنه میگه شنیدم امام صادق میفرمود به اهل ایمان و تواضع بشارت بهشت دهید بریده ابن معاویه اجلی این گریه میکرد دیگه به خاطر که <applause> به خاطر اسم باباش به خاطر اسمش گریه میکرد بعد اون فاق باقر تو ناراحت نباش حالا به این دلیل نمیشیم گوه آخا من از این اسم خوشم نمیاد و نمیدونم چی ابو بسیر محمد ابن مسلم و زراره این آن چهار نفری هستن که نجیبان و امینان و خداون بر حلام و حلال و حرام هستن اگر این افراد نبودن آثار نبوت قطع میشد و از بین میرفت قشنگ میخوام گرمتون کنم یا الان سرد میشید سب کن حضرت برای شاگرداش برشته های تخصصی مناظره داشتن هر کدوم توی یه زمینه مناظره میکن ها تو زمینه فقه تو رو مناظره کن تو زمینه اینا کلام نم تو تو هر کدوم ادبیات عرب تو یه مرد شامی اومد بعد میفرماد هر کدوم اینا رو شکست میگفتم گفتم خود میخوای مناظره کن میفرماد هر کدوم اینا شکست بدید من رو شکست بدید من قبول میکنم طرف تحریک میشد بره مناظره کنم و لوله میشدن <applause> مرد شامی اومد گفت من میخوام با تو مناظره کنم به حضرت مرزدش. فرمود چه موضوعی؟ و در اعراب قرآن حضرت فرمود همران بفرم گفت نه با شما گفت آیه قبو شکستش دادی آقا مناظره شروع شد یارو لوله کرد جوابش که چی؟ گفت حالا صبر کن تو ازش سوال بپرس آقا این سوال میشه یارو به زایدن افتاد گفت نه ولش کن من در مورد عربی اصلا میخوام صحبت کن نه اعراب در قرآن فقط حضرت ابانه بن تغلب بفرمایید همون بلا رو سرش بود گفت اصلا من در فقه میخوام مناظره کنم دانشمندشون بود از شام اومدن حضرت هم جناب زراره بفرمایید و همون بلا رو سرش بود خود زراره میگه میگه والله لو تو به کل ما سمعت من عبد عبدالله اگر من بگم براتون چیزی که از عبد عبدالله شنیدید مردان هستن که بر چوبه های دار خواهند رفت نمیتونم بگم اینا سره حالا امام صادق در مورد او چی میگه شخصی بر امام صادق وارد میشه و آن حضرت جویای حال زراره میشه میراسی از زراره چه خبر مرد میگه خبر ندارم یه امام فرمود مهم نیست اگر مریض شد بیادت اون نرو اگر از دنیا رفت در تشییج جنازه هم شرکت نکن اه. <applause> بدون هیچ مقدمه اسم زراره رو میپرسه از احوالش میپرسه این یعنی چی بیا میخورد کارو گوازی در بیاریم یعنی من خودم خبر ازش ندارم یعنی خیلی وقت ازش بی خبرم راست چیکار میکنه فلانی کجاست بعد بودن و نبودنش هم مهم بگید خدا نکنه اگر یه باخ بعد از 120 سال عمر با عزت شهید شد نه اینا نه بیا مردم حالا تجنیزش هم نرفتی نرفتی با هم یه خورده داره فضا عوض میشه ما ر... نزدیک سی تا روایت در مذمت زراره داریم که اگه براتون بخونم حالا میگم برخشو سنداش مشکل داره آینا کنم اصلا بله دیگه مثل پاییز میشید دیگه ما احدث احدون فی الاسلام ما احدث زراره من البدع علیه لعنت الله هیچکی مثل زراره در اسلام بدعت نیاورده آخرش چی بود؟ ای یا حضرت میفرماد او رو شر من الیهود و من او از یهود را بدتره زیاد ابن هلال میگه به امام صادق عرض کردم زراره درباره باب استطاعت مطلبی از شما نقل میکنه دوست دارم مطلب به شما عرضه کنم آیا قبول کنیم تصدیق کنیم بپذیریم نپذیریم اون پاسخ عرضه دار عرض کردم به میگوید هر کس زاد و توشهی دارد مستطی است اگر چه حج به جا نیاورد عرض کردم این گونه است اما فرمود این گونه از من نپرسیده است و من این گونه جوابی ندادم به خدا قسم بر من دروغ بسته است و سه مرتبه فرمود خداوند زراره را لعنت کند سه بار ابو سیار میگه از امام صادق شنیدم که فرمود خداوند برید را لعنت کند خداوند زراره را لعنت کند ای چی شد پر؟ امیلا برید و زراره آدم خوبا بودن که که اصلا رجالیون ما به چون و چرا این ماجرا پرداختن دیگه بحثای مختلف گفتن حالا یکی بحثش کسان سندین ها جلیه دشمنان جل کردن و نمیدن فلان یه بخشیش هم برمیگره به دعواهای جناهی همین هم دعوای سیاسی رو میدید خودمون چرا فکر اون موقع نبوده چرا فکر میکنید از غذا مردم الان بسیار پخته تر از مردم اون موقع اصلا تردید نکنید خیلی جلوترم فهمی که من و شما از امامت داریم یقیناً اون زمان مردم نداشتن بعضی از اصحاب درجه یک حضرات نداشتن چی میگید شما گفتم براتون یونس ابن عبدالرحمن هم رجالیون حالا علما تو جلسه هستن درس پس میدیم رجالان مثلا کاملا متف... دو گروه شدن در موردش یه سری اوقات در مذمتش یه سری در تاییدش میگه امام رضا به شهادت رسید اومد گفت خواهر بسته دیگه گری حالا به فکر کنیم تا موقعی که این بچه بزرگ بشه امام جواد رو چیکار چه خاک بتو سرون برید یا ابو سلط گرفته چی یادم خوابون گوشش یا حالی بهش داد تو خجالت نمیشه بچه امام عیسی به دنیا اومده پیغمبر تو قرآن نخوندی ها فلزا فکر نکنین گروه بندی اینجا بوده طرفدار جلیلی غالی با پزشکیان نمیدونم چی چی است. اون موقع نبوده مثلا بین کوفی ها و قومی ها جریان های مذهبی اختلاف بود من نمیگم که شیخ توسی میگه قومی ها او را تضعیف کردن در حالی که سقه است مثل کی مثل یعنی مقابل جریان حشام ابن حکم چون حوزه قوم مخالف جریان فکر حشام ابن حکم بود تا حدود نه هرچه نقل کرده ها خود بفهم امام صادق به عبدالله فرزند زراره فرمود انتقاد ما از پدرت برای حفظ جان و از خطر سلطان بود وگر نه پدرت در نزد ما دارای مقام ارجمندی است کار من همانند سوراخ کردن کشتی از سوی خزر بود که میخواست با معیوب ساختن کشتی کشتی را از دست مأموران ستمگر حاکمان آن نجات دهد و به دست صاحبانش برسند چون دیگه کشتی سوراخ کرد گفت چرا این کار میکنی؟ بعدا فهمیدن کشتی سالوم میبرن برای جنگ دیدن این سوراخ گفتن ولش کنین این نبردن ابزار بود گفت دیدی بفهمن اون ارادت قلبی اون دوستی که بین من و زراره هست قطعا میکشنش حضرت خبر داشت که میخوان زراره حس فیزیکی کنن با ریدو میخواستن بزنن توی یه جمعی برگشت شروع کرد پس از خبر ندارم اینا اونا گفتن سب کنین سب کنین بینشون اختلاف افتاده از غز این دوتا باید زنده بمونن خوبه یه جریان مخالفشو میسازن من دیشب در مورد گفتم سیره حفاظت اطلاعاتی رهبر انقلاب حرف های از نمیشه زد یه موردش رو براتون با تو پاکت مثلا بگم یکی از همین مسئولین میگفتش که من گزارش میخواستم بهشون بدم حق نداشتم کلامی بگم گفت می نوشتم خودم می بردم بهشون می دادم میگه وقتی خوند گزارش یه مسئله مهمی بوده بعد میگه ایشون تا گفتش که از این کاغذ جای دیگه بازم نوشتی یا نه گفتم نه گفت خب پس نمی نویسی گفت همونجا ریز ریزش کرد امنیتی کشوره شما میدونم بچه بازیه جان انسان ها در خطره حالا فهمیدید زراره که اونجوری ازش تعریف میکردن جلو چشش از رد میگفته اینو میبینی برو از این بپرس میدونی چرا؟ چون جنبه این فش خوردن رو هم داشته هر کسی نمیتونه دست راست موسا بشه هارون میتونه بشه میدونی چرا وقتی برگشت اولین کسی که کتکش زد هارون رو زد کسی دیگه بود یک شری درست میکرد اصلا کی گفته تو پیغمبری تو نمیتونی تشخیص بدی من گناهکار نبودم تو چه به علم غیب نداری اون سامری فلان فلان شده بود یک شری درست می مثل بعضی از هم شر رو درست می کشور اصلا ولی شناسی خودش یه سر دنیاییه بفهمی کجا چطور یعنی مزه دهن طرف رو در بیاری منظومه فکری رو شکار کنی بگی الان منظور اینه عباد لایه های پیدا و پنهان و ماجرا رو ولی وقتی حرف میزنه حفا رو رایت میکنه حفا یعنی چی؟ حفاظت هش یعنی حساس میکنه نخبگان و خواست رو فش فریب میده دشمن رو الفش امید میده عوام رو. میاد یه سخنرانی میکنه دشمن فریب میخوره خواس حساس میشن مردم امید پیدا میکنن همه باید توی یه چیز باشه و اینا عوام که به اسرار دسترسی ندارن که پس دقیقا تو همین سخنرانی های عمومی حرفاهایی را میزند اهل فن من خیلی وقت به این, این که ادعاشون میشه میشینم صحبت میکنم میگم منظور رهبر انقلاب این جمله چی بود چون اینا فقط فرما شد رهبر انقلاب رو توزیع انتخاباتی بلدن تفسیر کنن جای دیگه کنکل میشه ماجرا و مثلا گفتم به این برادر من قبل خبرگان ایشون جلسه میذاره با مردم نجف آباد یعنی چی؟ چند تا شهر کوچیک بود مردم نجف شهر کوچیکه خیلی مهم ما مردم واقعا شریف و نجیب و شجاعی هم داشت آدم مهمی هم از اونجا اومده من خیلی از مسئولم هم. همین الان اهل نجف آباد هست ظاهرا بر مبنای آمار و این چیزا هم بگیری به نسبت جمعیت بیشترین شهیدو داده یه شهری که خودش لشکر داشته تو زمان جنگ نه یه استان یه شهر هشت نجف هم شهید احمد کاظمی که اسطوره شجاعت بود دیگه شما اونجا بود برای چی بود مثلا با دیدار با مردم قم باشه موضوعیت مردم با مردم آذربایجان موضوعیت داره نجف آباد اینجا حساس نمیشه شما خواص باید حساس میشن کی بود اون موقعی که اینا برنامه ریخته بودن چیکار کنن خبرگان رهبری رو چیکار کنن تو انتخابات تغییر بدن اگه یادتون باشه لیستا رو یه جوری بستن که آیه مرحوم یزدی و مصباح و بگید کیو حذف کنن جنتی رو که دو, دو نفر حذف شدن از خبرگان و آیا جنتی به عنوان نفر آخر اشتباه نکنم رفت خبرگان برنامه ریزی بود آیا هاشمی نشسته بود قشنگ آوردن مثلا یه سری افراد رو آوردن تو لیستشون که فقط او یکی نیاد <تصفح> تو دو تا لیست قرار بگیره اون تکلیستی بشه بیفته برنامه این بود یا با شهر مردم شهر نجف بود برنامه ایم. این ماها رو باید حساس کنه آقا قصه قصه خبرگانه اما برای مردم امید داره دشمنم دشمنم کاری میخونی شهر منتظری اومده برای بیعتا مزید شد چی میگم؟ این نفی هازال آیات لولا تا زبان بدن ولی رو شما باید تفسیر کنی برید یک بار دیگه با لنگویج رو در بعد از شهادت شهید رئیسی وقتی سران گروه مقاومت فلسطینی آمده بودن برید یه بار دیگه نگاه کنید کلیپشو وقتی مثال میزنه ماجرا حضرت موسی رو توضیح میده دست اینجوریه و آخر کارم اینجوری میزنه روی صندلی انگشترم میخوره تق یه صدای اینجوری هم میده اینو ها میرن بررسی میکنن اونا این کارن و فهمیدن که کار اسرائیل تمومه و این مقاومت پیروز خواهد شد خب اینطور بود الان نشستی مثلا انگار نیم همین رو من دارم براتون میخونم خدا وکیلی به از اون کسایی که الان مطالعه ویژه هستن یا مثلا درسشون بوده رو چند نفر اینو شنیدن کجا تلویزیون برات گفتم چطور باید یاد بگیره طرف بفهمه که کلمه کلمه حساسیت یه موقعی اساسا که ولی جامعه حمله کنه به نفر یه نفر کنار بگذاره اینو برای حفظش یک نفر در آغوش بکشه الزام به خوب بودن نیست الزامن به معنی خوب بودن نیست تعاریفی که امیر این از زیاده ابن عبیه داره <applause> دیگه بنده خدا دیگه این چی بود که بهش میدن زیاد ابن عبیه دیگه زیاد پسر باباش باباش کی بود نمیدونستن عرض کردن از نظر روانشناسی بود بعد به خوقدهی بود با کوچکترین تشریف پس میزد خرابکاری میکرد چون بچه همسایه بولمشون میاد خونتون بچه میمون میاد خونتون شلوغکاری چیزی بکنم بچه خودتو رو دوام میکنی بچه مهمون بیشتر تحویل میگیره اول میور جلو و میذاری اصلا همینه یعنی او را بچه خود بیشتر دوست داری بدیهیه نه آبروداری میکنی میگه اون زودترش بر میخوره فرزندی داشت زراره به اسم حسین میگه نزد امام صادق رسیدم سلام و ارادت پدرم هم ابلاغ کردم بعد میگو اشخاصی از نزد شما میآیند و از اینکه شما مرا به بدی یاد کرده و نقص هایی بر من وارد میکنید خبر میدهند. اون حضرت فرمود پدرت را سلام برسان و به او بگو به خدا سوگند خیر دنیا و آخرت را برای تو میخواهم. به خدا سوگند از تو راضی هستم. پس از این به آنچه مردم درباره تو میگویند توجهی نکن و به آن اهمیت نده چشم خبری که پنهانی داره فرستاده میشه از طریق واسط امین اینه که با شما یه خبر برسید که امام معصوم سه بار تو رو لعنت کرده نابود میشه بودم دست و دلش میلرزه همزت همران خدمت امام صادق عرض میکرد بلغنی انکه برعت من عمی من شنیدم که شما از عموی من زراره اعلام براعت میکنید امام فرمود من از زراره براعت نجستم بلکه افرادی نزد من میآیند و مسائل از او ذکر و روایت میکنند و اگر ساکت باشم مرا الزام به جواب دادن میکنند پس میگویم که من از این قول براعت می جویم حالا معصوم که خیلی فنی صحبت میکرده یعنی حتی در استاد بودن حتی شاگرداشون هم شاگرده بیت بیتی سن میدیدی یه اعلام براحتی میکردن اما جمله دو پهلو بود <تصفح> حتی در لفظ هم رعایت صورت میگرفت بعدن اینا چون شاید اینا سوال بپرسه یعنی چی خود در عمل این چیز نیست بدونید معصوم و اون که من معتقدم که احتمال زیاد حتی همین لفظ هم اینطور استفاده نمیکرد او راوی که شنیده و برداشت خودش رو گفته گفت لعنش کرد دیگه نه نه خوش گفت این این گفته این کسی که اینو گفته حضرت میدونه زرار اینو نگفته این فلان فلان شده که داره خبر میاره ده گفته داره اینو لعن میکنه توجه شدید مثالش هم هست مورد بعدی حالا تا مدو عزیزم برسه امشب مرسوم عزاداری هست ما هم استفاده میکنیم من ادامه میدم عرایزم هر موقع تشریف بردم من بگید نصر ابن قابوس لخمی از وکلا و کارگزاران امام صادق بود و تو سازمان مخفی وکالت نقش داشت انقدر این آدم رازدار بود که 20 سال وکیل حضرت تو سازمان بود هیچ نفهمید شیخ توسی میگه که و من هم من الوکلا نصر ابن قابوس لخمی و میگه که 20 سال وکیل حضرت بود و حضرت روایت نقل کرده هیچ کی نشناختش مورد بعدی ابو وحیب ابن عمر سیرفی اسمش چیه؟ ابو که میشه ابو فلان که میشه کنیش اسمش یه بهلول شیخ توسی بعدا امثال ابن حجر او را اهل حدیث و از که می گفتن حدیث از امام صادق نقل کرده روایت کردن از پیروان امام صادق امام و کازم بود تو فعالیت سری حضرت نقش داشت حکومت افتاد دنبالش از بالا دستور رسید خودش رو زد به جنون دیگه معروفه دیگه به این کار کرد به اون کار کرد همین بابای سا بچه رو در آورده بوده جوری نقش ایفا کرده بود که بزرگان می آوردن تو جلساتشون مثلا دست بندازنش از تیکه های سرزر که مینداخت سوژه خرم مثل این دور از شهنه مثل دلغک های کسان اجازه داشتن تیکه به نزن مثلا هارون رشید این نابود کرده بود می یه روز برگشت گفتش که هارون بهش گفت من چقدر میارزم گفت مثلا هم صد دینار گفت مرد حسابی صد دینار از اینجا تا اینجا حکومت منه فلان به همانه صد دینار فقط لباسای من میارزه گفت من قیمت همونار فقط گفتم خب هیچی نمیارزه که مت که تو سرزر با بله اینم سوار چوب میشد تو کوچه میدویدیم مرحوم بر هم میفهمیدن نکات نقض داره هم میگفته این بنده خدا دیوونه شده نمیدونستم بعد برای یه شواب یا دیوونه رو گردن زد فکر مثلا یه نفر که حالا مثلا سندرم داون داره بیان دستگیرش کنن برای زندان چی میشه مثلا بم میترک حالا همون موقع من میگفتم آقا دیوونه رو مثلا بردن گردن زدم میشه بعد تو همین مدل کارش هم داشته انجام میداده نفر بعدی مخلص مجا عثمان ابن سعیده میدونی که اولین وکیل از نواب اربعه حضرت دیگه حضرت ولی اصد جلال و طالب و شریف که در زمان ما مسکری بود و به او زیات میگفتن سمان میگفتن یا روغن فروش برای استتار فعالیت ها شغل روغن فروشی رو چیز کرد به قول امروزی بخوام میگم تو دبه روغن نامه ها رد و بدل میکرد رد میشد از اونجا خادم حضرت از اون که توی منطقه سازمان دور تا دور خونه های نظامی ها بود برای هم گفتن اسکری یعنی مثل کسی که تو خونه سازمانی زندگی میکنن ما خونه سازمانی زندگی کردیم مثلا نون خشکیمون دیگه بیرون میومد دیگه سبزی فروشمون از بیرون میومد مثلا حالا فکر کنم میاد میاد داد میزد آ روغن 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 میادم گفت آ روغن فروش به دب روغن به ما بده مثلا <applause> چی بود اینا توش نامه ها کار گذاشته شده بودن توی محفظه هایی میذاشتن زیر روغن قایم میکردن میافتن میوردن یکی از نموناش هم پیرار سال براتون گفتم دیگه طرف اومد به از گفت داری میری این چوبه رو ببر بده به فلانی یه چوبی بود برای این استوانه بود مثل مثل بیل مثلا استوانه بود که برای چه در لولای در کار میکردن پایین در یه چوبی میذاشتن سوراخ میذاشتن بالا هم همین میافتاد اون تو در با این میچرخید اینجا این هم داشت میرفت و سلانه سلانه داشت میرفت بعد دید یه خری زده معبر کرده یا بنا که یه بل... باری خری خره این وری بایسته این هم با این چوبه رو مارد بالا کوید به این خره چوبه ترکید نامه بود که ریخ بیرون بعد حضرت هم میدونست دست کی داده کارو خادمشو فرستاده پشت سر گفت جمع کن مگه به حضرت بهت نگفت آروم یه گوشه را میفتی میری با چی کار نداری گفت من چه میدونی اینا چیه این تو خود طرف نمیدونست چیه توبیخ شد طرف همین ما نشستیم مثلا حالا مثلا میلیون ها نفر ده ها میلیون دنیا شیعن سه از این غربی‌ها میگه دیگه میگه من در تعجبم این مذهب چطور مونده انقدر دشمن داشته در طول تاریخ اینطور قتل عام کردن با این کارو با کار با معجزه و اساجده ها شدن این چیزا نبوده برادر من فکر کنی همش زحمت کشیدن خدا برکت داده نمیشه که لم بدیم مثل برره یا بعد خودم از آسمون توفیق برفرستون خبر خبرو نیست بدون خبران نیست خدا میخواست بده از این کار کنه روز آشورا میامد پایین یار باید داشته باشه معصوم کسی جرعت نکنه چپ نگاش کنه سی هزار نفر اون و نفر آدم سی هزار نفر این طرف این چی میگی؟ هنو کنم مثلا ما توان نظامی نداشتیم چی میشد؟ وای میستدن مثلا, مثلا نگات میکردن صد بار تا الان حمله کرده بودن صد بار روزی که بفهمن پالس ضعف داره میاد میزنن حاج قاسمو چرا زدن از دولت وقت پالس ضعف گرفتن چرا از برجام اومدن بیرون من که میدونستن یه دو یه طرف خودشون نگه هم میدارن برجا اون. چرا دیگه کشتی رو نمیگیرن چون کشتی رو گرفتی یا این نوری رو چرا آزاد کردن چون لازم بود آدمشون آزاد شه گفتگو و مذاکره و اینا حرفه قشنگ قشنگیه مستحضر و ناظر به چی؟ به اسلحه‌ای که تو دستت پومپئو دوازده تا شرط گذاشت برای ایران برای بازیش برجام به مذاکره دوازده تا شرط که اصلا تحقیر کننده است هیچ همه چی تو باید جمع کنی منطقه کلا تعطیل موشکی تعطیل اونم چی تعطیل این نیروهای نیابتی که داری اونا میگن نیابتی اونا میگن مبرق یمنیا رو بعد آروم کنیم همه چی بیا اینجا تا ببینیم با تو حرف بزنیم تازه باید حرف بزنیم اول تعطیل کن اونجا چیز برمیگرده خبرنگار میگه شما این شروطو چرا برش کره شمالی نمیذارید میگه او بمب اتم داره اون قصهش فردا و مرحله رهایی اتمی رسیده کسی هم کاریش داره خفقان عجیب غریبی در کره شمالی حاکمه کسی نمیتونه بهش حرفی بزنه یه دکمه گشته رو میزش میان فشار میدم این ماجره این چوبه داوود بن اسود بود یعنی دا... یعنی بازرسی ها رو دور میزدن طرف هم خلیفه هم خوشحال یه دور تا دورشو گرفتیم خونه جلوی آدم خودمون خونه بغلی هم همه خونه امنا رو چیدیم کاملا تحت نظره اینا هم اطلاعاتی هاشو میرفتن گذارش راحت باشه کاملا تحت نظره خونرسانی علمی و فقهی و فکری ادامه داشت در اقصا نقاط جهان در اقسان نقاط من این روایت چیه میگه از قم بلند شده رفته ری بلند شده رفته خراسان بلند شده رفته میگه مصدر امام حسن عسکری رسیدم فلان چه جوری دور زدن بعضی از اینا در روایت اینجور برامون اومده برخی دیگه چی نه اومده براتون گفتم زمان موسی بن جعفر علیه السلام دیوانه شده بود هارون دیگه رسما 600 600 کل آدما رو عوض می‌کرد حضرت تو زندان بعد ما روایت داریم میگه حضرت بیرون بود ما با ایشون جلسه گذاشتیم این کل اکیپ زندان انگار مثلا نفوذی بودن بله یه بخشش مثلا اجاز و اینا همه چی رو گردن اجاز مجاز بندازی دیگه کار نباید بکنی فهمیدی این خودش خطره ها یه من از این لبنانی ها گفتم که ماجره از چیز نقل شده برای من از جنگ 33 روز از موجزه که رخ داده بودم چون پخش شده من میگم قبل ما هم پخش کردن که بگیشون خوابی میبین و توسل میکنه یه اعتراضی که به حضرت فاطمه سلام الله به حضرت زینب سلام الله علیه ها که بابا اینا دارم ما رو زیر موشک باران گرفتن دارم ما ستم میکنن کمکمون کنید فلان میگه از زینب یه خانومی رو معرفی کردم میگه من فهمیدم تو خواب که از نظر سلام الله علیه دستمالی ورجه پارچی رو تکونی داد میگه من خواب پریدم دیدم یکی دور بلند شو به این دوش پرتا به من قفل کرده چیزی بعد میگفت خب رو با آسمون دیگه چیکارش کنه نگیریم بر فکر کردم که مثل انگار نارنجا که مثلا چیزی کشیدیم زامرش چیکار پارتش کنه یه جای دیگه خب تو حالا کن زده بودن تو هوا خورد به هلیکوپتر اینا می‌خواستن نیرو بردارن بیارن تو بلبک کجا هلیبرن کنن اونجا رو بگیرن اینا گفتن اینا با یه فناوری رستن هلیکوپتره بی دارم هم دارن تو هوا میزنن اینا من چون شنیدم از خودش پرسم گفت ما از این کمک‌ها و امدادهای الهی زیاد دیدیم اما نمیگیم یک دوزش برای من گفت منم برای هیچکی نخواهم گفت خب بعد گفتم چرا نمیگید گفت ترس شما ایرانیا گفتم چرا گفت دنبالت کار نکنید گفت ما اگه اون اجازه میرسه صبح و شب داریم زحمت میکشیم حالا میبینید چه جوری پهباد و شناساییشون رو دارن چقدر موشک و دقیق نقطه میزنن تر و تمیزکارن حزب لبنانیا میبینید خب بعد یعنی کامل شما متفاوت میبینید توی موقع بین اینا و بعد خیلی دیگه نام هم خوبه نه خب به اندازه زمان تشکیلشون اینا هم باید دقت کرد دیگه خب میگه آه شما ایرانی دنبال بیا خب ولش کن الحمدلله اما یجی بول مستر رعزاده ها میگه روی سوار هواپیما شدن گفتن این هواپیما هواپیما خوب چهار موتور است و این خانم مهماندار اومد جلو وایستاد گفتش که مثلا در جریان بشین هواپیما تازه به استخدام شرکت ما در اومده اینجوری و چهار تا موتور داره حالا همین را توضیح میداد انگلیسی و فارسی بعد نگران نباشید یه خود رفتن جایی که موتور سوخت بعد مد گفتش که نترسید نو no پرابلم هیچ مشکلی وجود نداره این سه تا موتور دیگه داره اینا اینجوریان اونجوریان اینجوریان نترسید رفت یکی دیگه چه افتاد دو تا دیگه چه افتاد آخری دو بود نترسید یه موتور هم کارو در میاره او یکی هم دیگه افتاد مد گفتش که لیدز اند جنتلمن پلیز ریپیت افتر می ام من یوجی گل مستر یه بعد ما تکرار کن دیگه بعدش چون ما میدونیم اگر نمیریم سراغ اون چهار تا موتور نه همون اول میرم من یوجی گل مستر بابا خودتون رو جمع بکن هر موقع یه خرابکاری میکنن حتما یه حکمتی بوده بله اون که حکمت داره میدونیم پس تو چیه بسد نفر بعدی بگیم دیگه ما گفتن ده ده و روب میرسنشون الله ده و ده ده بس حسین ابن روح نوبختی که اصلا به ایشون میگفتن رجل تقیه یه اصلا گاب صندوقه اینجوری بدونید این که این سومین نائب حضرت میبینید هر چی ب... این آدما رو میبینید تو نواب اربعه حضرت اینا شاخصه شون اینه ابو حسین ابن روح نوبختی سوم سفیر امام ها علیه السلام 20 سالم رهبری سازمان وکالت رو بر داشت اون سازمان سری شیعه بر خیلی عجیب بوده یعنی ماجراهایی که ازش نقل میکنم من یک دو تومش براتون میگم دو موردش ابو نصر حبت الله ابن محمد میگه ابو عبدالله ابن غالب و ابو الحسن ابن عبی طیب برای من نقل کردن خیرتمندتر از شیخ ابو القاسم حسین به روح ما ندیده ایم یه روزی را در خانه ابن یسار وزیر دیدم در حالی که نزد بزرگان مملکت و شخص مقتدر به الله خلیفه وقت خلیفه عباسی وقت داره مقام بزرگی بود به همین دلیل اهل سنت هم او را بزرگ می یا سنی رو قبولش و حسین ابن روح میگه تو اون جلسات این هم حاضر میشه میگه حسین ابن روح انقدر تغییر رو رایت کرده که مذاهب مختلف اسلامی میگن او از ما بوده هنفیه میگه مثلا هنفی بوده و میگه شافعی بوده اینجوری <تصفح> میگه روزی دو نفر از دانشمندان آنجا به گفتگو پرداختن و حسین ابن روح هم حاضر بود هیچ نمیگفت یکی از آن دو نفر معتقد بود که ابوبکر بعد از پیامبر افضل مردم است و بعد از او عمر و پس از وی علی علیه السلام دوم میگفت علی از عمر افضل بود و در این باره میانشون اختلاف بود میذاشتن بحث میکردن در آن میان ابوالقاسم حسین ابن روح گفت آنچه چه مورد اتفاق ازش سوال آن چه مورد اتفاق اصحاب پیغمبر است این است که صدیق را مقدم دارند و بعد از او فاروق و پس از وی عثمان زنورین آنگاه علی وسی علی وسی می اهل حدیث بر این عقیده هستند و در نزد ما شیعه هم صحیح همین است آنها که در مجلس حضور داشتن از این سخن در شگفت در آمدن و از روی میگه خوشحالی خوشحال شدن چون برخی ها گفته بودن او رافضیه گفتن باب چی بیا ببین چی گفت یعنی سنیه میگفته بعد از ابوبکر امام علی ای داره میگه نه چهارم این حرفا چی اینطور رعایت میکن میگه من از این منظره خندم گرفت گفتم چی فیلمشون کرده اینا رو اینا نمیدونن <تصفح> ولی خودداری میکردم و آستین رو در دهان خودم فرو برده بودم مبادا مفتزه شد سپس برخاستم از مجلس بیرون بیارم حسین رو اون نگاهی به من نمود و متوجه وضع من گردید چون به خانه آمدم دیدم کسی در میزند در رو باز کردم دیدم ابوالقاسم قاسم رو هست که به خانه خود برود نزد من آمده است مرا مخاطب ساخت و گفت ای بنده خدا چرا در مجلس خندیدی؟ میخواستی ما رو به مخاطره بیندازی؟ آیا آن چه گفتم به نظر تو مناسب آنجا نبود؟ گفتم چرا مناسبت داشت؟ گفت پس از خدا بترس من تو را حلال نخواهم کرد اگر این سخن را در چنین شرایط و مجلسی از من بزرگ شماری گفتم ای آقای من مردی که خود را نماینده امام میداند اگر چنین سخنی بگوید نباید از به تعجب نبود و به او و به گفته او بخندند گفت اگر بار دیگر این سخن را بگویی با تو قطع علاقه و ارتباط خواهم کرد سپس خدافیزی کرد و رفت یک بار دیگه از این کار یه لبخند زده بود طرف اون گوشه گفت میخوای همه رو بسوزونی یه شوخی گرفتی ماجرا رو رفتم وسط اونا نشستم وزیرشون نشسته خلیفه اونجا انتظار من چی بگم ابو باز دوباره همین ابو نس نقل میکنه میگه ابو ابن کبریا نوبختی برای من نقل کرد که به شیخ ابو حسین ابن روح خبر است که یکی از دربیاریان شما معاویه را لعنت میکنه و به این آستازه یک کسی که تو خونتونه لعنت میکنه. میگه بلا فاصله دستور اخراجش شد. یه مدتی طولانی بیکار بود و التماس میکرد به کار باید هر کاری کرد برش نگرد هر کاری کرد هر چقدر التماس کرد گفت تمام این روحیه روی خطرناکی نمیشه ریسک کرد یک بار دیگه تو این کار رو بکنیم ما نابودیم صحبت خودت نیست میریزن صدها نفر رو قتل میکنن بعدن به یکی از بستگانش گفت با فاصله دو گفت برو اون آدم استخدامش کن چون آدم ول بودنش هم خطرناک بیکار باشم خطرناک اونجا برش نگردون هماهنگ کرد یه جا دیگه بره اصلا انگار همین الان نشستی شما داره فیلم های پلیسی و اطلاعاتی میبینی همین جوری زحمات کشیدن که این به ما رسید نکته آخرش هم هم این که بلینا گفتم خدمتون دیگه میگه که یکی برگشت به من گفت اینم جالبه هم هم میگه پس از تعیین ابن روح به نیابت خاص شخصی از ابو سهر اسماعیل ابن علی نوبختی حکمت انتخابات حسی... انتخاب حسین ابن روح را به جای او جویاش گفت چرا تو انتخاب نکنه او را انتخاب کردن یه آدم قلقلکش بگیره مرضش بگیره آقا نائب امام زمان باشه ابو سهر در پاسخ گفت کسانی کسانی که او را به این مقام برگزیدند از ما بیناترند گفت اون که انتخاب کرده از ما فهمش بیشتره زیرا کار من مناظره با خصم و بحث و گفتگو با آنان است گفت من ای آدم علمی هم میرم میشینم بحث علمی میکنم اگر من مکان امام قایب را چنان که عبالغاسم میداند میدانستم شاید در تنگنای مباحثه و جدل آن را به دشمن نشان میدادم گیر میکنم نه بیا بریم خودش بپرسیم بیا بریم میدونم کجاست اونجاست در صورتی که ابوالقاسم امام را اگر زیر عبای خود پنهان داشته باشد هرگز او را به کسی نشان نمیداد حتی اگر با مقراز با قیچی تکه تکش کنند برای این به حسین رو گفتن رجل تقیه بعد اینجا محرمانه ما اصلا نداریم تو مملکتتون. این محرمانه چی هست؟ محرمانه توی 24 ساعت زودتر خبر دارید مثلا دیدید دم عید از یه هفته قبل سال جدید سال فلان خواهد بود تو ما وصلیم الان دیگه مثلا نت بیت همین الان زنگ زدن گفتن سال جدید و مثلا نگو با خدا آقا زنگ زده آقا نظر شما چیه ما سال این اعلام کن بله موافقم برای کانتکتش هم فرستاده برای دفتر تلفنش ها میگم وصلیم یه روز توی عراق بودم به یکی از این عراقی گفتم که گوی این, این اطلاعاتیه گفته بود اطلاعاتی باشی با تو چه میشه گفت نه فکر نمیسم مملکت شماست نه بابا اینجا اطلاعاتی بودن کلاس داره همون از روز اول میگن میگن تو <applause> می دو دوش تو استخبارات رفتیم دیگه در جریان باشید دیگه کاری داشتید در خدمتی پرابت نام بزنگ زدم نه هم جواب بده <تص> اینجا نمیتونیم بعضیشون تو توییتر جمعشون کنیم میان تو توییتر ما وصلیم دیدی چیجور توییت میزنم هم بعضیشون همه هم میدونن <تص> خیر انشالله استفاده من مدعیه برادر عزیزمون همسفر حد ما بودن و خاطرات خوب باشه الان که دوربر من چقدر خطرناک اخراج مخراجتون نکنن از اللهم عجل ولی یک الفرز و لافیت و نس و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بینه ده تحجیل الفرز و قطب عالم امکان حضرت ولی هست سلواتی نبفرم